سلام، امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه. این برنامه رو من به شما ایرانیان فارسی زبان تقدیم میکنم. در هر زبان و مذهبی یه اسمی برای خداوند دارند. خداوند رو با یک اسم و لغت و کلمه صدا میکنن. مثلا در زبان شیرین فارسی کلمه خدا رو به کار میبرند، خدا، خداوند، رب، الله، پروردگار و غیره و غیره. برای مثال در زبان عربی الله اسم خداونده. در دین زرتشتی اهورا مزدا. و در زبان انگلیسی کلمه گاد به کار رفته میشه. خدا کیست؟ خدا شناسی صحیح رو در کجا پیدا کرد؟ متاسفانه بعضی از انسان‌های روی زمین خداوند رو در گاو و موش یا حیوانات دیگه پرستش می‌کنه. اما ایرانیان خیلی باهوشترند و خداوند رو در این چیزها نمی‌بینند. دین اکثر مسلمانان ایرانی هرگز نگفته، قرآن هرگز نگفته که خداوند رو در گاو و موش پرستش کنید. ولی اجازه بدید یه چیزی به شما نشون بدم. دو تا اسکناس بهتون نشون میدم. دو تا اسکناس 20 دلاری. به این دو تا خوب توجه کنید. دو طرفشو خوب نگاه کنید. یکی از این دو تا اسکناس جلیس، یکیش اسکناس واقعیست، یکیش جلیس. کدومشون؟ میتونید شما با من بگید کدوم یکی از این دوتا اسکناس جلیس؟ بتونید همین الان بگم. تشخیصش خیلی مشکله، تقریبا غیر ممکنه، ولی یه چیزی بهتون قول بدم، غیر ممکن نیست. ممکنه تقریبا غیر ممکن باشه، ولی با یک چشم تیزبین تشخیص داده میشه. هر موقع بخوایم که یه اسکناس تقلبی رو از یه اسکناس حقیقی تشخیص بدیم، تفکیکش کنیم، باید این اسکناس جعلی رو با یک اسکناس حقیقی مقایسه کنیم. خداوند حقیقی رو هم از خداوند دروغی، از خداوند کاذب میشه تشخیص داد. البته اون موش و گاو نیست. بعضی وقتا خیلی سخت‌تره که خداوند کاذب رو تشخیص داد. ولی اگر بخوایم تشخیصش بدیم، باید اونو با خداوند حقیقی مقایسه کنیم.
باید کتاب های آنها رو با هم مقایسه کرد. باید کتاب این دو تین دین رو با هم مقایسه کرد. دین اسلام کتابش قرآنه، دین حقیقی، دین واقعی، دین خداوند کتابش کتاب مقدسه. کتاب مقدس عهد قدیم و عهد جدید. حتی قرآن، این که این کتاب مقدس کتاب خداونده، تأکید کرده. ببینیم قرآن چی میگه. قرآن میگه عیسی خداوند نیست. قرآن میگه عیسی پسر خدا نیست. قرآن میگه عیسی مصلوب نشد، بنابراین رستاخیزم نشد. یعنی هر چیزی که در کتاب مقدس هست مسلمان ها رد میکنن. اما وقتی که این دوتا کتاب با هم مقایسه کنیم و متوجه میشیم که قرآن برخلاف کتاب مقدسه، بر این اساس، بر اساس این مقایسه میتونم به شما بگم که الله اسلام خداوند مسیحیت نیست. با هم فرق میکنن. البته اگه میخواید خداوند رو به اسم الله پرستش کنید هیچ اشکالی نداره، برای اینکه کلمه الله کلمه خداست. ولی مشخصیات که درباره الله در قرآن اومده اون مشخصیات نیست که درباره خداوند زمان و زمین باید باشه. شما اگر خداوند حقیقی عیسی رو قبول کنید و پرستش کنید، به هر اسمی میتونید اونو پرستش کنید، هیچ اشکالی نداره. و یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم اینه که چطوری خداوند حقیقی رو قبول کنید. خیلی راحت، با دهانتون، با کلماتی که از دهان شما خارج میشه بگو عیسی خداوند است، و در قلبت، در نهادت ایمان داشته باش که او از مردگان رستاخیز شد. اگه این دو چیز رو انجام بدی، یعنی با دهانت، با لبهات بگویی، با کلماتت بگویی که عیسی خداوند است، و در قلب و نهادت ایمان داشته باشی که او از مردگان رستاخیز شد، تو الان فرزند خدا شده ای، تو الان یک مسیحی هستی، تو یک ایماندار هستی و درهای بهشت به سوی تو باز است. خدا رو شکر، خدا رو شکر که عیسی خداوند است، خدا رو شکر که خونش رو برای ما بشرهای گناهکار داد، تا به وسیله این دو چیز، با دهانت بگی او خداست، عیسی خداست، و در قلبت ایمان داشته باشی که خداست، نجات پیدا کرده ای. خدا رو شکر میکنم برای این کاری که او در عیسی